در حوزه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکنون دونالد ترامپ در مقام داوطلب از حزب جمهوری خواه رقیبی ندارد، اما تاکنون هیچ عضو ارشد یا پیشکسوت این حزب از او هم اعلام حمایت نکرده. در جبهه دموکرات ها خانم هیلاری کلینتون به آمریکاییان لاتین تبار هشدار داده که گفته های آقای ترامپ مبنی بر اخراج میلیون ها مهاجر غیر قانونی لاتین تبار را فراموش نکنند. فرهاد پورلادی گزارش می‌دهد. پول راین رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره نیز روز پنجشنبه به CNN گفت فعلا آماده حمایت از ترامپ نیست. پول راین قبلا از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه اگر وی نامزدی حزب را به دست نیاورد طرفدارانش در کنوانسیون ملی حزب در ماه ژوئیه شورش خواهند کرد انتقاد کرده بود. همکنون آمادگی حمایت از او را ندارم. آقای ترامپ در واکنش به اظهارات پول راین گفته است که وی نیز آماده حمایت از منویات رایان نیست، ولی همکاری‌های آتی با وی را رد نکرده است. برخی از رهبران اصلی حزب جمهوری خواه مانند رؤسای جمهور پیشین جورج بوش پدر و پسر از تایید آقای ترامپ خودداری کردند، اما سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا اعلام کرد که از آقای ترامپ حمایت میکند. آقای ترامپ به عنوان تنها داوطلب حزب جمهوری خواه بدون توجه به حوادث درون حزبی خود حملات خود را علیه کلینتون دموکرات ادامه داد. West Virginia Coal Association just endorsed me. اتحادیه معدنکاران ایالت وست ویرجینیا از من حمایت می‌کند. واقعیت اینه که گزینه‌های انتخاباتی بین من و هیلاری است و در حقیقت همه ما از ته دل او را هیلاری حق باز می‌نامیم. یک نگاهی به بنیاد کلینتون ها بیاندازید. من در گذشته به آن مجموعه کمک مالی کردم به امید اینکه آن پول را درست هزینه کنند، اما نمیدانستم که آن را صرف پرواز با جت های خصوصی می کنند. خیلی از مردم به این بنیاد کمک کردند، ولی اساس این بنیاد یک کلاهبرداری است. همچنین آقای ترامپ در حساب توییتری خود برای جلب حمایت لاتین تبارها به رغم موضع جنجالی علیه این اقلیت روز سینکو دی مایو یا پنجم ماه می را که نام یک روز جشن در مکزیک و برخی از ایالت‌های آمریکاست با آنها تبریک گفت. اما از آن سو خانم کلینتون در کارزار انتخاباتی خود در ایالت کالیفرنیا، ایالتی که انبوهی از لاتین تبارها در آن اقامت دارند، هشدار داد که صحبت‌های پیشین آقای ترامپ را فراموش نکند. And just yesterday Donald Trump doubled down on his plan to همین دو روز پیش دونالد ترامپ بار دیگر برنامه خود مبنی بر اخراج میلیون ها تن از آمریکا را تکرار کرد. او گفته بود در روزهای اولیه ورود به کاخ سفید برنامه های حمایتی از کودکان خانواده های مهاجرین غیرقانونی را لغو می کند و ساخت دیوار مرزی را شروع می کند. خب بهترین راه ممانعت از رخداد چنین حوادثی این است که نگذاریم او هیچگاه به کاخ سفید نزدیک شود. سناتور سابق ایالت نیویورک که پیش از رقابت‌های حزب دموکرات است، تلویحاً از سناتور ساندرز خواست که هر چه زودتر برای متحد کردن دموکرات‌ها در برابر جمهوری‌خواهان از رقابت‌های درون حزبی کناره‌گیری کند. انتخابات مقدماتی هر دو حزب تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.